بینندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه هفتگی ندای زاگرس، درود بر شما. امیدوارم هر کجای ایران و جهان که هستین تندرست و سلامت باشین. وارد سومین ماه انقلاب ژینا شدیم. میشه گفت کم کسی باور میکرد این خیزش، این جنبش، این اعتراض وارد سومین ماه خودش بشه، به خاطر اینکه ایرانیان در چندین سال گذشته روزهای اعتراضی رو به خودشون دیده بودن، اما دو روز، سه روز، نهایتاً یک هفته بیشتر طول نکشیده. به همین خاطر خیلی از صاحب نظران هم بر این باور بودن که این انقلاب کوتاه مدت خواهد بود، یا این خیزش و جنبش. یکی از فاکتورهایی که تحلیلگران به اون اشاره میکنن در رابطه با دلیل پایداری این خیزش، فلسفه این خیزش است: زن، زندگی، آزادی. گفتمان و فلسفه و نگاهی تازه به حرکات اعتراضی و در درون حرکات اعتراضی که معنای دیگر به جنبش نوین ایرانیان بخشیده. ایرانیان متحمل هزینه بسیار زیادی شدند. در این زمینه نگرانی هایی وجود داره. جوانان پرشور انقلابی، دختران و پسران دلیر ایرانی در کف خیابان ها در انتظار برپایی جشن آزادی هستند. چگونه به این نقطه خواهیم رسید؟ و در نهایت انقلاب ژینا کی به پایان خواهد رسید و به ایستگاه نهایی خواهیم رسید که همانا آزادی ایران است؟ در این رابطه یعنی بررسی انقلاب ژینا در 60 روز گذشته، راهکارها، روشهای مبارزه و نهایتاً سرانجام این انقلاب، در خدمت دو کارشناس بسیار عزیز هستم، جناب آقای امین قضایی، نویسنده و جامعه شناس، جناب آقای دکتر رضا پرچیزاده، تحلیلگر امنیتی و نظریه پرداز سیاسی از آمریکا، که در خدمتشون خواهم بود در این برنامه. جناب قضایی، خیلی ممنون که یک بار دیگه این فرصتی رو در اختیار بنده گذاشتین در خدمتتون باشم. خیلی خوش اومدین. اجازه بدیم با اولین سوال از شما شروع بکنم. ارزیابی کلی شما از 60 روز گذشته، 60 روزی خونین، پر از هیجان و فراز و فرود مبارزاتی، یکی از سوالهایی که الان خیلی مطرحه مسئله روشهای مبارزه است. یعنی من خودم شخصا پیامهای بسیاری رو دریافت میکنم، حتما شما هم براتون پیام اومده و یا خوندین، شنیدین در شبکه‌های اجتماعی. به نوعی جوانهای انقلابی در کف خیابونها انتظار دارن که روشهای مبارزاتی رو بهبود ببخشن، یعنی به سوی یک فاز دیگر از انقلاب برن، از امکانات بهتر و دیگری استفاده بکنن، به طور کلی روشهای مبارزاتی دیگری رو به کار ببرن، و حتی این درخواستشون خطاب به احزاب و سازمانهای سیاسی، خطاب به این به ویژه اشخاصی هست که در خارج از کشور هستن، و حتی کار کشیده میشه به دولت‌های دیگر، دولت‌هایی که به هر حال دموکراتیک هستند و به ویژه فرانسه و آلمان در چندین روز گذشته دیگه به طور صریح از انقلاب ژینا حمایت کردند. نظر شما چیست در رابطه با روش‌های مبارزاتی؟ آیا به نظر شما روش‌های دیگری وجود دارند که بشه این انقلاب رو با هزینه کمتر و با سرعت بیشتر به نقطه پایان رساند؟ درود میفرستم به شما و همه بینندگان گرامی. مسئله اصلی که وجود داره در حال حاضر در این مقطع افزایش جمعیت معترضینه که بتونه اون تجمعاتی که در محلات هست، تجمعات محل محور رو به یک سری راهپیمایی های بزرگ و چند ده هزار نفری، اگر نگیم چند صد هزار نفری، تبدیل کنه.
این ما از نظر فرایند انقلاب، حالا اگه میگی فرایند گام هایی که باید برداشته بشه برای پیروزی انقلاب، خب از تجمعات محل محور شروع شده، چون این تجمعات وقتی در محلات هستن راحت تر شکل میگیره، یعنی هسته های تظاهرات راحت تر شکل میگیره، چون حضور پلیس و حضور مزدوران نیروهای سرکوبگر در محله ها، نه حالا کوچه ها منظورم نیست، محله هایی که مثلا دیستریکت، محله هایی که یک شهر داره مراکز خریدی که هستن و اون میادینی که ممکنه باشه راحت تر شکل میگیره و این اتفاق افتاده و مردم یاد گرفتن، آموختن که با روشن کردن آتش، بستن راه و هسته های اولیه تظاهرات شکل بدن و جمعیت افزایش پیدا کنه و حتی به لحاظ مقابله با مزدوران هم به شیوهی عالی عمل کردن و خب از خودگذشتگی های بسیار، فداکاری های بسیار هم انجام شده و خستگی ناپذیر و با یک اراده واقعی انقلابی جلو رفتن، با یک خشم انقلابی و اراده انقلابی. اما در این مقطع الان چیزی که بسیار نیاز هست تبدیل این تجمعات محل محور و وصل شدن این تظاهرات به یکدیگر و راهپیمایی هایی که در خیابان های اصلی تر انجام بشه تا بشه به جمعیت بالاتری رسید، راهپیمایی هایی که با جمعیت چند هزار نفری باشه، هر جمعیت افزایش پیدا کنه توان سرکوب رژیم کمتر میشه و امکان فراهم اومدن شرایط برای تسخیر اماکن دولتی، پادگان ها، ممکنه مثلا مراکزی مثل صدا و سیما و غیره و غیره شکل بگیره یا در شهرهای دیگه فرمانداری، استانداری و اینها. این جایی که ما قرار داریم، ما تمرکز رو الان بگذاریم روی افزایش مشارکت، چون اون جوانان انقلابی که در خیابان هستن تا الان نشون دادن که خستگی ناپذیرن، نشون دادن که این راه رو میخوان تا آخرش برن و این فقط یک اعتراض و یک همونجور که شما عرض کردید یک اعتراض گذرا نیستش و قراره که این راه تا آخر بره و هدف اصلی مأموریت نهایی پیروزی این انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی. پس اراده انقلابی نشون داده شده، اما اینجا این روش های پیچیده تری لازم داریم، یعنی استراتژی هایی لازم داریم. اولش که هم این مهمترین چیز همین تشکیل راهپیمایی هاست. برای این امر هم حالا من یه چند نکته میگم، چون واقعا راه حل یگانه ای وجود نداره و چند نکته بسیار مهمه. اول از همه مردم ایران به لحاظ ذهنی باید روحیه انقلابی داشته باشن و این روحیه انقلابی رو باید حفظ کنن و انقلاب صرفا در خیابان نیست، بلکه در زندگی روزمره هم هست. یعنی باید همدیگر رو دعوت کنن مدام به تظاهرات، درباره انقلاب، درباره اعتراضات، درباره نحوه مبارزه صحبت کنن، مشارکت رو از طریق همون فرد به فرد افزایش بده، یعنی دوستی دوست دیگر رو به تظاهرات قرار بذاره، دعوت کنه و شرکت کنن، یا یک اعضای خانواده با همدیگه یا فامیل، آشنایان، همسایگان یا همکاران، یعنی به این شکل، یعنی در سطح زیرین جامعه، زیر پوست شهر این فراخوان ها، این دعوت ها و این بحث ها و جدل ها انجام بشه تا افزایش مشارکت باشه. و بهترین کار همینه که پیاده روی های شبانه تبدیل بشه به یک عادت مردم که در حالا میشه از کوچه ها، از خیابان ها شروع کرد و در خیابان های اصلی به هم رسید و جمعیت رو افزایش داد، یا فراخوان هایی که به جایی که تعیین مکان در مورد تهران عرض میکنم، بیشتر تعیین مکان مشخص برای تظاهرات باشه، مسیرهایی رو برای تظاهرات مشخص کنن، برای راهپیمایی مشخص کنن که در یک نقطه به هم میرسه و همچنین اعتصاب کسب و بازار هم باید به این شکل باشه به نظرم که افزایش جمعیت پیدا کنه، به این شکل باشه که صرفا مغازه رو نبندن، بلکه مغازه‌داران در کنار مغازه‌ها، مغازه‌های بسته یا نیمه بسته حضور پیدا کنن، جمع بشن، شعار بدن و به این ترتیب هسته های اولیه تظاهرات در مراکز خرید، پاساژ ها یا حالا بازارچه راحت تر شکل میگیره. مجموعی از نکات کوچک هست که یعنی مجموعی نکات مهم، کوچک و ساده هست که باید مردم بهش توجه کنن تا در این انقلاب موفق بشن. و نکته آخر هم کوتاه عرض میکنم اینه که همین حفظ روحی انقلابی که راهکارش اینه که مردم خیلی به اخبار و تحلیل ها توجه نکنن، بیشتر به پیام های انقلابی توجه کنن، به پیام های انقلابی، رهنمود های انقلابی و اینها رو دهان به دهان در واقع میشه از طریق سوشیال مدیا و به اشتراک بگذارن یا دهان به دهان منتقل کنن، سینه به سینه در واقع، و یک شبکه ای از
پیام رسانی انقلابی ایجاد بشه بین مردم تا مردم بتونن مثلا اگه فراخانی هست یا اگه یه نکته ای هست، روشی هست برای اینکه مثلا بتونن با رژیم مقابله کنن و غیره، خیلی سریع به مردم منتقل بشه و نباید صرفا منتظر بود که حالا چه تحلیلی وجود داره، به کجا میرسه، چون خیلی هستن که صرفا منتظرن که شرایط به نفعش، ولی شرایط مثلا تغییر کنه یه اتفاق خاصی بیفته، ولی اون شرایط و اتفاق خاص فقط در خیابان میفته. بنابراین واقعیت اینه که الان ما در این مرحله لازم هست که در تهران راهپیمایی های بزرگ چند ده هزار نفری رو شاهد باشیم، این تجمعات محل محور به هم بپیوندن و لازمه این فراخوان و مشارکت فعال تو زندگی روزمره است، هم دعوت کردن به تظاهرات، پیاده روی شبانه، عادات های دیگه ای، همون اعتصاب کسبه در کنار مغازه ها و یک سری همچین نکات و رهنمودهایی رو میشه پیش گرفت تا ما شاهد پیش برده این انقلاب و رفتن شکلی تظاهراتی باشه که در واقع تجربه یک تظاهرات مثلا چند صد هزار نفری در تهران داشته باشیم تا بتونیم به تسخیر اماکن دولتی و ضربه نهایی نزدیک بشیم. بسیار ممنون جناب دکتر پرچیزاده. امین به تجمع بزرگتر و یعنی وجود کنشگر بیشتر، برخورد جمعی در سایز بیشتر و بزرگتر به عنوان یه راهکار مفیدتر در مقابله با جمهوری اسلامی و نیروی سرکوب رژیم اشاره کردن. شما حتما در شبکه های اجتماعی، در مصاحبه ها، در پیام هایی که دریافت میشه شنیدین، خوندین که برخی خیلی یعنی کم هم نیستن اونایی که به مشکل رهبری انقلاب اشاره میکنن، اینکه این انقلاب رهبری نداره، این انقلاب به هر حال یک آدرسی، یک شخصی، یک شبکه‌ای، یک جمعی، یه جایی باشه که این فرمان ها و کد ها و دستورات از اونجا صادر بشه و مردم دقیقا بدونن به کی باید گوش بکنن و چه پیامی یا چه دستوری یا چه دستور عملی رو باید اجرا بکنن. نظر شما کلا در رابطه با نبود رهبری یه مشخص، حالا چه فردی چه جمعی، شبکه‌ای، ائتلاف در حالت ائتلاف و انجمن و شورا و اینا که وجود نداره چیست؟ آیا فکر میکنید این یک مشکل، یک معضل، یک نقیصه است باید رفع بشه این نقصان، یا نه فکر میکنید که این انقلاب بدون اون نگاه کلاسیک یا شیوه کلاسیک رهبری هم میتونه ادامه پیدا بکنه و به پیروزی هم برسه؟ و اگر فکر میکنید لازمه راهکارش چیه؟ خواهش میکنم بفرمایید. سلامت باشید. اول سلام خدمت شما آقای آهنگری گرامی، مهمان عزیز برنامه آقای قضایی و بینندگان ندای زاگرس در سرتاسر جهان. سپاسگزارم که منو دعوت کردید. ممنونم از سوال شما. خدمتتون عرض کنم قضیه رهبری چندین جنبه دارد. مصاحبه‌ای که اخیراً وبسایت حزب دموکرات کردستان با من کرده، من اونجا نکاتی رو گفتم، اونجا سعی می‌کنم بیشتر بشکافم که در باب انقلاب جاری در ایران، به قول شما انقلاب ژینا، این یک انقلاب پست مدرن از نظر من، با انقلاب‌های کلاسیک تفاوت داره. مثل انقلاب، خدمتتون عرض بکنم، انقلاب کبیر فرانسه یا انقلاب اکتبر روسیه یا حتی انقلاب‌های نزدیکتر به خودمون سال 57 در ایران، اینا به خاطر وضعیت تکنولوژیک و وضعیت جامعه شناختی متفاوت، مؤلفه‌هاشون خب طبیعتاً متفاوت بود، شکل رهبریشون هم متفاوت بود. منتها ما از زمانی که شبکه‌های اجتماعی و اینترنت به وجود اومده و رسانه‌های ماهواره‌ای راه افتاده در 20 سال اخیر، به ویژه در 20 سال اخیر، میبینیم که کلن روابط انسانی دچار انقلاب شده. اینجوری نیستش که یک سری مراکز مشخص قدرت باشن، مثلا 4 تا کانال تلویزیونی باشه، همه مردم فقط حرف اینا رو گوش بکنن. نه، امروز خود اینترنت یه جایی شده که انواع و اقسام قدرت‌های مختلف، کم و زیاد، مردم، پولدار، بی پول، نمیدونم سرمایه‌دار، بی سرمایه، میتونن اونجا ایده تولید بکنن. من فکر میکنم در یکی دو دهه اخیر، به خصوص یک دهه اخیر،
انقلاب هایی که در سراسر دنیا اتفاق افتاده یا حرکت های دموکراسی خواهانه، مثل اون چیزی که به بهار عربی معروف شد در خاورمیانه، مثل حرکاتی که در هنگ کنگ میشه در طول 10-15 سال اخیر، و خود حرکت هایی که در ایران اتفاق افتاده در 2 دهه اخیر دیگه، به خصوص انقلاب جاری. اینا بیشتر از این امکانات پست مدرن، اینترنتی، ماهواره‌ای استفاده کردن تا خودشون رو به چشم دنیا برسونن، با هم هماهنگ بکنن. لذا میبینیم که اون مونوپولی یا انحصار قدرت شکسته. اینطوری نیستش که بر فرض مثال، این یک مثاله، در سال 56-57 رسانه های بین المللی با سرمایه داران منطقه‌ای و خارجی دست تو دست هم بذارن یک نفری به اسم آقای آیت الله خمینی را به عنوان رهبر انقلاب معرفی بکنن و ایشون بیاد و بره و قدرت رو در دست بگیری و بعدنم بزنه همه رو قلقم بکنه و دیکتاتوری دیگری رو علم بکنه. یعنی در حقیقت در حالی که مردم ایران انقلاب کرده بودن علیه دیکتاتوری پهلوی به امید دموکراسی، ولی دیدیم که یک رژیمی نصیب مردم ایران شد که از دیکتاتوری پهلوی هم بدتر بود، یک رژیم توتالیتر اسلامگرا بر سر مردم ایران سوار شد. الان ما این رو به نظر من خوشبختانه نداریم، به خاطر تعدد کانونهای ارتباطی و کانونهای قدرت. اون انحصار قدرت نمیتونه به وجود بیاد که فردا هم مشکل ساز بشه. یعنی الان نمیتونیم یه نفر رو سوار به اصطلاح استری بکنیم که فردا که انقلاب به نتیجه رسیده تموم شد، پیاده کردن اون فرد یا گروه دیگه کار حضرت فیل باشه به اصطلاح. لذا سربسته دارم سعی میکنم بگم به نظر من اینکه اون رهبری به اصطلاح واحد وجود ندارد، که یک فردی یا یک جمع خاصی، یک حزبی، تشکلی مرجع کلیت انقلاب باشد، این به نظر من امتیازه برای این انقلاب، به خاطر اینکه از اون انحصار نهایی جلوگیری میکنه. اما اینا باید در نظر داشته باشیم، به خاطر اینکه ما داریم در به هر حال چارچوب نظم لیبرال بین الملل کار میکنیم و زندگی میکنیم. در نهایت مردم ایران یک نمایندگی نیاز دارن برای اینکه دنیا بتونه به هر حال تکلیفش رو با قضیه انقلاب ایران مشخص بکنه. این نمایندگی باید به نظر من یه چیزی لیبرال باشه، دموکراتیک باشه، یعنی اجازه بده انواع و اقسام صداها حضور داشته باشن. اینجور نباشه که بیاد بگه من خودم نماینده مردم ایرانم، بقیه هم همه نمیدونم 57ان و ارتجاع سرخ و سیاهن و کمونیستن و خلاص از این صحبت ها، و همه رو بزنه و بگه فقط من نماینده مردم ایرانم. نه، در نهایت به نظرم در چارچوب بین الملل هم باید یه چیزی ائتلاف مانندی تشکیل بشه که همه جریانات و صداها توش باشن. چون ما اگر از همین الان این پلورالیسم رو و چند صدایی رو تمرین نکنیم، چگونه میخواهیم فردا وقتی این رژیم افتاد این مفهوم رو جا بندازیم؟ بعضی هم میگن آقا بذار اول رژیم بیفته، من میگم نه، این چند صدایی باید از همین الان تمرین بشه، وگرنه پس فردا دیگه اون طرفی که از الان افسار قدرت رو در دستش بدیم، خدا رو هم بنده نخواهد بود به اصطلاح. لذا من فکر میکنم که این نکته مثبتیه که در اثر تعدد کانونهای قدرت و شبکه‌های ارتباطی رهبری متکثر است. این به نظر من امتیازیه برای انقلاب فعلی. ببخشید طولانی شد. نه، خواهش میکنم، ممنون. آقای قضایی، همچنان که ابتدا اشاره کردم، مثلا خیلی ها باور نمی کردن که این حرکات اعتراضی یا این اعتراض وارد سومی ماه خودش بشه. چون حالا ما 2 روز 3 روز رو تجربه کرده بودیم، به هر حال یک روز خونین یا نهایت هفته به حساب پرتنش رو در ایران تجربه کرده بودیم، اما بیش از 2 ماه رو تجربه نکرده بودیم در طول این 43 سال. حالا یک نگرانی دیگه هم وجود داره در این زمینه، که این انقلاب چرا احتمال این که به نتیجه نرسه هست، اونم برمیگرده به اون خطرهایی که روبروی این انقلاب هست. شما به عنوان یک جامعه شناس و تحلیلگر چه خطرهایی رو روبروی این انقلاب میبینید که میتونه
به هر حال قطار انقلاب رو متوقف بکنه یا نخیر مسیر این قطار انقلاب رو منحرف بکنه به یه جای دیگه، مثلا مردم دنبال زن با شعار زن زندگی آزادی اومدن ولی سر از یه چیز دیگه ای در بیارن، چه خطرهایی به طور کلی از دید شما متوجه این انقلاب هست که باید از الان ما نسبت به این خطرات آگاه باشیم که دچار یک سری اشتباهات کشنده نشیم؟ بله، خب خطرات بسیار زیاده، چون در واقع انقلاب در هر گامی میتونه شکست بخوره. و ببینید مردمی که میان تو خیابون، خب هر کاری هم بکنن، یعنی حتی مزدوران را فراری بدن، خیابون ها در دست بگیرن، حتی یه جایی هم آتیش بزنن، وقتی برمیگردن خونه چیزی نیست، یعنی همه چیز از صفر است و فردای روز باید دوباره از سر شروع کنه. یعنی مردم، انقلاب یک حالتی که باید یک بار پیروز بشید و شما چیزی رو مثل یک مرحله بازی کامپیوتری سیف نمی کنی که مثلا فرض کنید خب الان اینجا رفتیم این گام ها رو برداشتیم، ممکنه هر لحظه و هر روز تظاهراتی فروکش کنه. خب بسیاری از این فعالین انقلابی ممکنه دستگیر بشن و اون شکلی هسته های تظاهرات ضعیفتر بشه. به لحاظ توان و یعنی ما یک انرژی و زمان محدودی هم داریم، یعنی اینجوری نیستش که این مسئله نامحدود باشه. و خطری که الان وجود داره، چند تا خطر وجود داشت که به نظر من خوشبختانه رفع شده. یکی این که خب اولیش اینه که این انقلاب اصلا به عنوان یک انقلاب به رسمیت شناخته شد، این خیلی مهمه، یعنی به عنوان یک اعتراض زودگذر، حالا اختصاص کلمه جمهوری اسلامیه، ولی به عنوان یک اعتراضات یا به عنوان چیزی که هدفی به جز سرنگونی جمهوری اسلامی میتونست داشته باشه، یا مثلا عباراتی مثل انقلاب فمینیستی یا زنانه، این تبلیغات که هدف انقلاب رو چیزی جز، یعنی هدف این تظاهرات رو چیزی جز سرنگونی رژیم باشه، این تبلیغات پروپاگاندا خونسا شده خوشبختانه. یه سری پروپاگاندای دیگه هم در واقع که مثلا بحث تجزیه طلبی و این مسائل بود، اونها هم خونسا شده و اون یک پاشگی و وحدتی که مردم ایران از خودشون نشون دادن، این پروپاگاندا رو خونسا کرد. اما چیزی که هست، خطراتی هست، خطرات میتونه خیلی تکنیکی باشه، یعنی مثلا اون شکافی که ممکنه بین انقلابیون باشه و بدنه پیش بکنه، نمیشه که اکثریت خاموش، ولی اون قشری که منتظر هستن، مخالف رژیم هستن، میخوان این انقلاب پیروز شه، آرزوی نابودی و سرنگونی این رژیم رو دارن، اما نمیخوان به دلایلی وارد خیابون بشن، یا حالا جرأتش رو ندارن، احتیاط محتاط هستن، مسن هستن، ملاحظاتی دارن، میترسن که اگه دستگیرشن خانوادهشون به نون بمونه، مثلا نون شبشون رو نداشته باشن، و هزاران ملاحظات ممکنه داشته باشه. مشخصا این شکاف بین، یعنی عدم افزایش مشارکت، این شکاف بین انقلابیون در خیابان و کسانی که در واقع بالقوه میتونن انقلابی باشن، کسانی که یعنی قشر خاکستری حالا اگه بگیم، این شکاف میتونه تا یه حدی خطرناک باشه. و افزایش مثلا خشونت، یعنی اون برخورد شدید به در خیابان میتونه اون رو کمتر، شکاف رو حتی بیشتر بکنه. در این حال این واسه شکستن سد سرکوب لازمه. اینجا یه چیزی توازن‌هایی باید برقرار بشه. بهترین کار اینه که مثلا بحث تجمعات محل محور تا حد زیادی این مسئله رو از بین برد، یعنی باعث شد که افزایش مشارکت را شاهد باشیم، چون به هر حال طرف تو محله خودش میتونست این کار انجام بده، آتیش روشن کنه، یه حضور پیدا کنه، حتی به صورت خانوادگی و اینها. اما به نظر من مهمترین مسائل الان در افزایش مشارکت هست و اینکه ما بتونیم هم و این مسئله کشاندن قشر خاکستری جامعه اکثریت خاموش به سوی این مسئله است و رسوندن یک تظاهرات هایی که چند صد هزار نفری هست، و این به نظرم الان بزرگترین معضله. و اگه بخواد این مسائل، یعنی این تظاهرات های پراکنده اینجا و اونجا تو محلات همچنان ادامه پیدا کنه، با دستگیری هایی که در طول به مرور ممکنه انجام بشه و یا با گذر زمان ممکنه اضمحلال پیدا کنه، و این خطر یک هست. یعنی باید ما یه فکری بکنیم. متاسفانه من در اپوزیسیون در رسانه های خارج کشوری این هوش و ذکاوت رو نمیبینم که پیام ها و رهنمون هایی بده که این مشارکت افزایش پیدا کنه. متاسفانه نبود یک رسانه انقلابی به این ضربه میزنه. درسته که رهبری به قول آقای پرشزاده در ایران هست یا غیر متمرکز هست یا یک رهبری چیزی، ولی ما به یک رسانه انقلابی، رسانه شبکه انقلابی که پیام ها رهنمون ها، نه فقط تحلیل و اخبار، بلکه یک
پیام رسانی باشه. به اون نیاز داریم تا بتونیم این جلوی مشکلات رو بگیریم، بتونیم مشارکت رو افزایش بدیم. به نظرم این بزرگترین مشکلی که الان ما در حال حاضر باش روبرو هستیم، و ولی امیدوارم با استمرار، با این جوگی انقلابی و خشم انقلابی، با اعتصابات، اعتصاب کسب و بازار و کارگران، و تا یه حدی با افزایش روحی انقلابی و در زندگی روزمره مردم و مشاهده ای که این وضعیت قرار نیست به حالت عادی برگرده، این افزایش مشارکت رو شاهد باشیم. خیلی کوتاه آقای قضایی، آیا به لحاظ گفتمانی سیاسی هم خطری پیش روی این انقلاب هست به نظر شما؟ یعنی به لحاظ گفتمانی و سیاسی دچار انحراف بشه؟ من فکر میکنم خیر. یعنی در واقع جمهوری اسلامی، یعنی مردم انقلابی آنچنان نفرتی از جمهوری اسلامی دارن که کسی نمیتونه جلو این وسط وایسته و وسط بازی کنه. یعنی اصلاحات و اصلاح طلبا که رفتن و هیچ اصلاح طلبا با هیچ نسخه پیشنهادی و رفراندوم مانند و یا اصلاحات اساسی و این مسائل نمیتونن، چون ماهیت این رژیم برای اینها آشکار شده. ماهیت این رژیم به گونه ای است که زندگی رو برای مردم ایران ناممکن کرده و فکر نمی کنم چای برای اصلاحات، یعنی مردم ایران در واقع مشخصا فکر نمی کنن که هیچ راه حل میانه ای وجود داره و کسی نمیتونه وسط وایسته. و اینجا یک صفبندی انقلابی شکل گرفته، مردم و جمهوری اسلامی و همه باید، حتی سلبریتی ها، آدم هایی که اصلا ممکنه فکر کنم غیر سیاسی هستن، در اینجا تو این صفبندی باید جایگاهشون رو مشخص کنن، یا با مردم هستن یا با رژیم هستن. و چون این صفبندی با خب به حال خون داده شده، این صفبندی شدیدتر هم شده، یعنی سنگربندی ها دیگه مشخصه، کسی وسط نمیتونه بیسته. و به همین جهت از نظر گفتمانی مردم پیروز شدن، یعنی گفتمان انقلابی یا با ما یا با رژیم رو تونستن محکم کنن، میخشو بکوبن. و اینجا دیگه اون خطراتی که ممکنه به انحراف کشیده بشه انقلاب، یا انقلاب به چیزی دیگری مانند یک اصلاحات نصف و نیمه و وعده و بعید تبدیل بشه، دیگه این خطر به نظر من حد من بسیار بسیار خوب. آی دکتر پرتیزاده، جوونا هم به هر حال هم خسته میشن، اونها هم هرچند واقعا هنوز پرشور در میدانن و انرژی بسیار بالایی دارن، ولی خیلی وقتا حالا نمیدونم به خاطر خستگی، به خاطر طول کشیدن این انقلاب، از برخوردهای روشهای دیگری صحبت میشه. مثلا به عنوان نمونه خیلی وقتا این سوال مطرح میشه که چرا نباید برخورد نظامی کرد با جمهوری اسلامی، با نیروهای سرکوبگر، وقتی که اونا میکشن چرا مثلا مردم نکشن اونا رو؟ نظر مشخص شما در برخورد نظامی با جمهوری اسلامی، با نیروهای سرکوبگر چیست؟ بله، سپاس. اگر به من اجازه بفرمایید، چون آقای قضایی که دو تا نکته جالب گفتن، منم بفرمایید راجبش صحبت بکنم که راجب اینا یه خلاصه بگم بعد بریم صحبت سوالی که شما کردید. راجب رسانه انقلابی من کاملا با ایشون موافقم. من و دوستان سالها تلاش کرده ایم که یه چنین چیزی درست بشه، رسانه بی‌طرف، دموکراتیک، صدای مردم رو برسه. متاسفانه همونطور که میدونید تلویزیون هایی با اون اندازه عریض و طویل، اونا سرمایه کلان چند میلیون دلاری لازم داره. متاسفانه این پول ها هم هر وقت که میاد، به قول انگلیسی ها they have a string attached to them، یعنی پول همینجوری بهتون نمیدن. وقتی اون پول به شما بدن، انتظار هم دارن یک موضع خاصی را پروموت بکنی. اینه که ما الان این مشکل به اصطلاح رسانه رو داریم، با وجودی که کثرت رسانه های بزرگ و تلویزیون ها ظاهرا در اپوزیسیون وجود داره، اما این هر کدوم یک اجندای غیر دموکراتیک خودشون رو دارن. اینو من سربسته خدمتون عرض میکنم. لذا برای ایجاد یک چنین رسانه انقلابی آزادی خواهی، ما باید دنبال راه و روش های متفاوتی باشیم که حالا شاید راجعش باید در برنامه های آتی صحبت بکنیم. در باب سوالی که شما فرمودی، من که الان سالهاست گفتم رژیم جمهوری اسلامی را هر جوری بزنیم بره من موافقم. میخواد با خدمتون عرض کنم اعتصاب باشه، میخواد با تظاهرات باشه، میخواد با اسلحه باشه، میخواد با حمله آمریکا و اسرائیل باشه، از نظر من تفاوتی نمیکنه.
جمهوری اسلامی به هر ترتیب ممکن باید سرنگون بشه، چون یک رژیم فاشیستیه که ایرانی ها را خونشون را 40 خورده ای سال تو شیشه کرده، مملکت را هی به قهقرا برده، ایران را به مرحله فروپاشی در حقیقت تمدنی رسونده و بعد تمام منطقه رو هم داغون کرده. فقط بحث کشور ایران نیستش، در تمام منطقه هم این برنامه رو با کارهای پروکسی بازی و حزب الله سازی و حماس سازی و اینجور چیزاش داره پیش میبره. اخیرا هم که میبینیم با اروپا هم دیگه داره درون و موشک میزنه از طریق روسیه، با اوکراین حمله کردین مستقیم داره با اروپا و با غرب درگیر میشه. لذا این حکومت استبدادی فاشیستی توتالیتر رو به نظر من هر چه زودتر بندازیم هزینهش در نهایت کمتر از اون هزینه هایی که هر گونه براندازیش میتونه به مردم یا کشور تحمیل بکنه. اما از این بگذریم، این مسئله پرنسیپیه برای من. الان صحبت از مبارزات مسلحانه میشه، خب طبیعیه به خاطر اینکه رژیم میاد مردم رو میکشه، مردم هم خونشون به جوش میاد، اونا هم میخوان مقابله به مصر بکنن. ببینید اگر در خشونت استراتژی نباشه هرج و مرج میشه. اگر ما توجه نکرده باشیم، مثلا برای جریان همین انقلاب سوریه، خیلی انقلاب قشنگی بود وقتی شروع شد اگر یادمون بیاد، مردم تو خیابون بودن، خیلی عشق داشتن به اینکه رژیم اسدها رو بعد از 40 50 سال میخوان سرنگون کنن، دموکراسی درست کنن. منتها رژیم اسد با دستیاری رژیم ولایت فقیه ایران و ولادیمیر پوتین در مسکو، اینا اومدن طرح امنیتی ریختن، قضیه را به خشونت کشاندن، خودشون کردن، اونها کردن، بعدم مردم دست به اسلحه بردن، جریانات دیگری مثل داعش هم وارد قضیه شد، بعد دیکتاتورها تونستن دنیا را مجاب بکنن که نگاه کنید اینجا داعش آمده و نمیدونم ما داریم با اینا می جنگیم و اینا از ما خطرناکترن و شما باید لااقل بیطرف باشید اگر از ما هواداری نمی کنید. باعث شد انقلاب دموکراتیک سوریه رو اینا کمرش رو بشکنن و بعد حالا میبینیم دیگه خوابوندنش بعد از 10-12 سال دخالت های نظامی رژیم آخوندی در اونجا و ارتش آقای پوتین و نمیدونم گروه مزدوری واگنر و اینا. در ایران ما اگر میخواهیم در نهایت دیدی مجبورمون میکنه به رژیم ولایت فقیه دست به اسلحه ببریم، باید حواسمون باشه در چاهی نیفتیم که در سوریه مردم افتادن. یعنی این قضیه باید قطعا مشروعیت بین المللی پشت سر خودش داشته باشه. من اینو بارها گفتم، اگر لازمه با رژیم اسلحه به دست بجنگیم باید پشتیبانی بین المللی داشته باشه. اینجوری نباشه، اینو رک میگم، مردم تو ایران اسلحه دست بگیرن، فردا واشنگتن و پاریس و لندن بیان بگن خشونت نکنید و بعد همینو بهانه بکنن که با رژیمی که اونجا هستش رژیم موجود دوباره برن کنار بیان. اینه که خیلی مهمه ما فقط به این نگاه نکنیم که در خیابانهای ایران باید چه کار کنیم یا چه اتفاقی میافته. ما باید انعکاس بین المللی و اون چیزی که میتونه در اثر این انعکاس بین المللی تو ایران تاثیرگذار باشه به اینم توجه بکنیم. از این که بگذریم، به نظر من مبارزه یه چیز دینامیکی، همونطور که آقای قضایی در مورد مسائل دیگر گفت، درباره انقلاب گفت، مبارزه با رژیم هم همینطور شکلش تغییر میکنه. نمیتونیم همیشه از مردم بخواهیم یا بهشون دستور بدیم به یک شکل خاص مبارزه بکنن. این کاریه که اصلاح طلبا یا استمرار طلبا که من بهشون میگم 20 سال کردن، هی گفتم مردم برید راهپیمایی سکوت کنید، رژیم کاری نداره. راهپیمایی سکوت چند میلیونی مردم در تهران سال 88 و رژیم با گلوله جواب داد. لذا این در حقیقت اصل دینامیک بودن مبارزه رو باید همیشه در ذهن داشته باشیم. طبیعتا ترجیح این است که با تظاهرات و بدون گلوله و اسلحه رژیم بیفته، ولی اگر به اون سمت هم رفت ما نباید بذاریم رژیم دست بالا رو بگیره و ما باید این انقلاب رو به سرمنزل مقصود برسونیم. بسیار ممنون. براندازی رژیمه. بسیار ممنون. من وقتم تموم شده ولی یک سوال مونده از دو تا کارشناس عزیز، واقعا میخوام جواب این سوال رو بشنوم. امین جان، سوال خیلی ها اینه، این انقلاب تا کی طول میکشه؟ کی تموم میشه و ایران آزاد میشه؟ خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرمایید. بله، پاسخش هم کوتاهه، چون انقلاب یک سری گام هاست که میتونه باید برداشته بشه، یه فرایند نیست.
یعنی وقتی میگه فرآیند، یعنی انگار منتظر که یک سری تحولات رخ بده، ولی ایجنسی عملیات با مردمه، باید میتونه یک روز طول بکشه، میتونه 100 سال طول بکشه. یک سری گام هاست که باید برداشته بشه و این گام ها من خیلی کوتاه بگم، تجمعات محل محور پراکنده و مستمر ادامه پیدا کرده، باید برسه به راهپیمایی های گسترده و باید برسه به مرحله ای که همزمان مردم به خیابان بیان و تظاهرات های بزرگ انجام بشه و به سمت تسخیر اماکن دولتی پیش بره، به سمت پادگان، صدا سیما و غیره و غیره، تا اون ضربه نهایی، اون مارش پیروزی، اون راهپیمای پیروزی انجام بشه، صورت بگیره. بنابراین یه سری گام هاست، یعنی شما امشب رفتی، فردا کاری انجام ندادی، انقلاب در مرحله صفر. بنابراین نباید به چشم یک پروسه زمانی نگاه کرد انقلاب رو. مرسی. بسیار ممنون. آقای پرسیزاده شما چی؟ خواهش میکنم. منم کوتاه میگم. انقلاب به نظر من زمانی پیروز شده که نظم موجود فرو بپاشد. دستگاه سیاسی، دستگاه امنیتی، دستگاه نظامی، اینا دیگه نتونن اون نظمی رو که در 40 خورده سال قبل در ایران حاکم بوده رو به اصطلاح انفورس بکنن. یعنی مردم رو مجبور بکنن که به اون نظم گردن بذارن. این لحظه فروپاشی رژیمه، ولی خب به نظر من از اونجا تازه کار دموکراسی خواهان شروع میشه، چون ممکنه بین نیروهای ارتجایی و استبدادی که به هر حال کاملا از بین نمیرن، خیلی هاشون هم در اپوزیسیون هستن، اون موقع جنگ قدرت روی بده. لذا من فقط همینو اشاره میکنم، نبرد دموکراسی تا استقرار دموکراسی ادامه دارد و این بعد از براندازی رژیم رو هم شامل میشود. سپاس. بسیار ممنون امین غذایی، جامعه شناس و نویسنده، دکتر رضا پرچیزاده، تحلیلگر امنیتی و نظری پرداز سیاسی، از شرکتتون در این برنامه. و شما بینندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه ندای زاگرس، بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودین. تا برنامه دیگر و تحلیلی دیگر، هر کجا که هستین سلامت و تندرست باشین.